درود بر شما بینندگان شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. حمله مردی به یک مرکز یهودیان در آمریکا که رسانه‌های آمریکایی او را از اعضای پیشین گروه نجات پرست کوکلاس کلان معرفی کرده‌اند، سه قربانی بر جای گذاشته است. گروه تجسس هواپیمای ناپدید شده مالزی قرار است برای یافتن لاشه هواپیما از یک زیردریایی بدون سرنشین به نام بلوفین 21 استفاده کند. این زیردریایی حدود 5 متر طول دارد و با داشتن دستگاه دریافت سیگنال در آب می تواند از بستر اقیانوس نقشه برداری کند. جدایی طلبان شرق اوکراین که دست کم در 6 شهر ساختمان‌های دولتی و پاسگاه‌های پلیس را تحت کنترل دارند، ضرب العجل دولت موقت اوکراین برای تخلیه این ساختمان‌ها را نادیده گرفتند. روز گذشته الکساندر توچنوف رئیس جمهوری موقت اوکراین هشدار داد که کیف اجازه نخواهد داد آنچه در کریمه اتفاق افتاده دوباره تکرار شود. طبق گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری موقت اوکراین روز دوشنبه گفت که دولتش با برگزاری همه پرسی ملی در این کشور مخالفتی ندارد. طبق این همه پرسی، قرار است مسئله تبدیل اوکراین به یک فدراسیون که در آن به شرق کشور حق و حقوق بیشتری اعطا شود، به همه پرسی گذاشته شود. یوآل شتاینیتز، وزیر اطلاعات و امور راهبردی اسرائیل، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار داد و آن را تسلیم شدن به جمهوری اسلامی نامید. انتخاب حمید ابوطالبی از توی ایران به عنوان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد مناقشه برانگیز شده است. کنگره آمریکا میگوید به دلیل دست داشتن ابوطالبی در گروگانگیری سفارتش در تهران در سال 58 برای او ویزا صادر نخواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی در مصاحبه‌ای گفته است که ایران با سانترفوژهایی که هم‌اکنون در اختیار دارد نمی‌تواند حتی سوخت یک سال نیروگاه بوشهر را تامین کند. خانواده امیر میرزایی حکمتی، تفنگدار پیشین دریای آمریکا که در ایران زندانی است، نسبت به آزادی قریب الوقوع وی ابراز امیدواری کردند. بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در سخنرانی در دانشگاه دمشق از چرخش امور به نفع دولتش خبر داد و گفت بحران سوریه به نقطه عطف خود رسیده است. نیروهای دولتی سوریه ظرف ماه‌های اخیر بخشی از مناطق تحت کنترل شورشیان را بازپس گرفتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه 24 فروردین ماه اعلام کرد که بر اساس نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور، عبدالله عبدالله پیشتاز این رقابت است و اشرف غنی در رده دوم قرار دارد. ده‌ها تن در انفجار دو بمب در یک ایستگاه اتوبوس شلوغ در ابوجا پایتخت نیجریه کشته شدند. مجلس شورای اسلامی یک فوریت از طرحی را به تصویب رسانده است که در صورت تصویب کامل، تبلیغ برای کاهش فرزند و همچنین عقیم‌سازی در ایران مجازات خواهد داشت و کمک به سقط جنین نیز با مجازات حبس 2 تا 5 سال روبرو خواهد شد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از رئیس دفتر رئیس جمهوری خواسته است تا نسبت به دفن پیکر ریچارد فرای، ایرانشناس آمریکایی، در اصفهان دستور لازم را صادر کند. مرکز دایره المعارف اسلامی ساخت مقبره‌ای برای فرای را تقبل کرده است. وزیر نفت ایران هشدار داده است که در صورت ادامه روند کنونی مصرف در بخش خانگی، ایران به وارد کننده گاز تبدیل خواهد شد. در همین روز محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران، پیشنهاد تأمین گاز اروپا توسط ایران را مطرح کرده است. نتایج یک مستند تلویزیونی تولید شده در بریتانیا حاکی از آن است که 1/3 کارمندان مجلس بریتانیا دست کم یک بار از توی یک نماینده مورد آزار جنسی قرار گرفتند. ظاهراً مردان بیشتر از زنان هدف آزار جنسی بودند. شهلا لاهیجی، مدیر انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، گفته است که چون هنوز تغییری در محدودیت‌های انتشار کتاب رخ نداده است، امسال هم در نمایشگاه کتاب تهران شرکت نمی‌کند. و معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی در استان خوزستان از زنده به گور کردن دو قلوهای یک ساله توسط پدرشان به علت اختلافات خانوادگی خبر داده است.
این بود خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت. شاد و سربلند باشید.